درود بر شما بینندگان گرامی شبکه جهانی تلویزیون پارس. از شما دعوت میکنم به اخبار امروز شنبه 24 تیر ماه 2582 ایرانی 1402 هجری شمسی و برابر با 15 جولای سال 2023 توجه بفرمایید. نخست خلاصه چند خبر. تایید حمله هکری به بنیاد شهید و امور ایثارگران، بختک بنیاد شهید را هدف قرار داد. دبیرخانه مقابله با فقر و نابرابری آموزش خواهان اخراج متقلبان کنکور شد. واکنش اصناف سینمایی به احکام عجیب شستن میت و مراجعه به مراکز روانشناسی، عذرخواهی کنید. 8 سناتور جمهوری خواه از دولت بایدن خواستند تحریم‌های نفتی ایران را به طور کامل اجرا کند. مقام‌های سابق آمریکا، تهاتر گاز عراق با ایران ناقض تحریم هاست. مجلس نمایندگان آمریکا لایحه بودجه 886 میلیارد دلاری پنتاگون را تصویب کرد. و گزارشی از آمارها از گسترش فقر و سوء تغذیه در ایران میگوید ناامیدی ایرانیان از یافتن شغل. و اما مشروع اخبار. بنیاد شهید و امور ایثارگران در بیانیه‌ای حمله هکری به سرورهای این سازمان طی روزهای گذشته را تایید کرد. این گروه با انتشار پیامی در کانال تلگرامی خود دلیل حمله هکری به بنیاد شهید را عدم رسیدگی به وضعیت خانواده‌های شهدا و ایثارگران، فساد، بالا کشیدن حق مردم و همکاری با گروه‌های تروریستی عنوان کرد. گروه بختک همچنین با انتشار تصاویری مدعی شد علاوه بر نفوذ به سیستم‌های این نهاد، نسخه‌های پشتیبانی سامانه این مجموعه را از بین برده است. بنیاد شهید در بیانیه‌ای گفت این حمله در همان دقایق اولیه مورد رصد کارشناسان فنی قرار گرفت و کنترل شد. در میان اسناد منتشر شده‌ای که به دنبال این هک عمومی شدند، نامه بنیاد شهید خطاب به شعبه 36 دیوان عدالت اداری به چشم می‌خورد که در آن شکایت یک جانباز از این نهاد مبنی بر دریافت غرامت جنگی را فاقد وجاهت قانونی دانسته است. و نیز بنیاد شهید با ارسال نامه‌ای به واحد حراست خود خواستار قطع کمک معیشتی به افراد شرکت کننده در تجمعات اعتراضی شده است. این حمله موجب شد بسیاری از اسناد محرمانه حکومت در فضای اینترنت منتشر شود. 3 متهم تلاش برای ربایش مهرداد آبدارباشی، خلبان سابق نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی از ترکیه، از جمله یک ایرانی به 6 سال و 8 ماه زندان محکوم شدند. آبدارباشی سال 2018 با ورود به ترکیه اعلام پناهندگی کرده بود. پرونده آبدارباشی 11 متهم داشت و دادگاه عالی جنایی وان در ترکیه 3 نفر از آنها از جمله یک ایرانی را به اتهام جاسوسی و تلاش برای کسب اطلاعات محرمانه به زندان محکوم کرد. تبعی ایرانی محکوم در این پرونده به 6 سال و 8 ماه حبس تعزیری محکوم شده است. صدور این احکام در شرایطی است که دادستانی استان وان ترکیه از دادگاه خواسته بود برای 11 متهم تلاش برای روبودن این خلبان ایرانی گریخته به ترکیه حکم 30 سال زندان صادر کند. در چند دهه گذشته دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی و شبکه‌های وابسته به آنها شماری از مخالفان حکومت، اهم از چهره‌های سیاسی، فعالان مدنی، مقام‌های پیشین، هنرمندان، روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای را در خارج از ایران به قتل رسانده یا روبوده و به ایران منتقل کرده است. با جنجالی شدن موضوع داوطلبانی که با تقلب در کنکور دانشگاه وارد دانشگاه شدند، دبیرخانه مقابله با فقر و نابرابری آموزش با انتشار بیانیه‌ای خواهان اخراج متقلبان از دانشگاه شد. از سوی دیگر نگرانی‌ها درباره تداوم بازنشستگی اجباری و واداشتن چهره‌های شاخص آموزش پزشکی به استعفا در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور ادامه دارد. تصفیه حساب سیاسی حکومت با بازنشستگی اجباری اساتید معترض. دبیرخانه مقابله با فقر و نابرابری آموزشی با انتشار بیانیه‌ای خواهان اخراج کسانی شد که با تقلب در کنکور به دانشگاه‌ها راه یافتند. در بیانیه‌ای منتشر شده از مسئله تقلب در کنکور و آزمون‌های سراسری با عنوان بیقانونی در سطح ملی یاد کرد و گفت نوجوانانی که با امیدهای بسیار و پس از تلاش‌های چند ساله و جانکاه خود را به کنکور رساندند، اینک خود را در برابر حتی همین اندک امکان‌ها نیز بیار و یاور می‌بینند.
بر این اساس قصد اصلی این است که به جای استادان صاحب نام و پیشکسوت که تفکرات مخالف یا مستقل از تفکرات وزیر بهداشت و رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی دارند و چهره‌های برتر در آموزش پزشکی کشور محسوب می‌شوند، فارغ‌التحصیلانی با تفکرات نزدیک به بسیج جامعه پزشکی و وزیر بهداشت در هیئت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی جایگزین شوند. با گذشت یک ماه از قطع آب ملاشیه در غرب اهواز، گزارش‌ها حاکی از دمای 50 درجه و گرمای شدید در 5 شهر استان خوزستان از جمله این منطقه است. ملاشیه در غرب اهواز با جمعیت 80 هزار نفر یکی از مناطق پرجمعیت و محروم مرکز استان خوزستان است که به گفته ناظران در 30 روز گذشته به آب لوله‌کشی دسترسی نداشته است. در تهران نیز معاون امور مشترک شرکت آب و فاضلاب از قطع آب 30,000 خانواده خبر داد که به گفته او مشترک بد مصرف هستند. رسول باقری گفت در مرحله نخست آب خانگی این خانواده ها به مدت 6 تا 7 ساعت قطع شده. مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران از کاهش 20% بارش ها در پایتخت خبر داده. به گفته مسئولان بارش‌های ناچیز همچنین موجب شده تا حجم ذخایر سدهای استان تهران به حداقل میزان خود طی 50 سال گذشته برسند. مجید توکلی فعال سیاسی در توییتر از برگزاری آخرین جلسه دادگاهش با اتهام‌های فعالیت تبلیغی علیه نظام و اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور خبر داد و گفت وزارت اطلاعات اصرار به حکم سنگین دارد. او در ادامه نوشته است که نوشتن و اندیشیدن را حق خود می دانم. حکومت به تازگی روش‌های جدیدی برای سرکوب مخالفان حجاب اجباری در پیش گرفته است. از جمله صدور حکم شستن میت برای بی‌حجابی در خودرو و مراجعه به مراکز روانشناسی برای آزاده صمدی بازیگر. حکمی که دو صنف سینمایی در بیانیه‌ای آن را عجیب خوانده و خواستار عذرخواهی مراجع قضایی شدند. کانون کارگردانان و اتحادیه تهیه‌کنندگان سینما ایران در بیانیه مشترکی حکم صادر شده را مغایر با اصل جمهوری خوانده و تاکید کردند انگار عده‌ای دوست دارند با چنین حکم‌هایی راه هر گونه گفتمانی را ببندند و از جمهوری عبور کنند. این بازیگر همچنین طبق رأی قاضی باید هر دو هفته یک بار به مراکز رسمی روانشناسی برای مداوای بیماری شخصیت ضد اجتماعی مراجعه کند و در نهایت گواهی سلامت خود را به مقامات ارائه دهد. بر اساس گزارش رسانه‌های داخلی، رئیس شعبه 104 دادگاه کیفری 2 ورامین یک زن را به دلیل بی‌حجابی به پرداخت 3,100,000 تومان جریمه و 2 ماه حبس و 1 ماه شستن میت در غسالخانه شهرستان تهران محکوم کرد. کاربران شبکه‌های اجتماعی می‌گویند حکومت پس از ناکامی در پلمب اماکن، رستوران‌ها، کافه‌ها و محرومیت تحصیلی برای دانشجویان به منظور مقابله با نافرمانی مدنی زنان، این بار دست به امتحان راه‌های جدید با هدف تحقیر مخالفان حجاب اجباری زده است. از شما دعوت می‌کنم همچنان با اخبار امروز همراه باشید. سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. معتبر، برا. شمایی که بیزینس رو در دوران سخت و طاقت فرسای کرونا حفظ کردید و حقوق تمام کارمندانت رو به طور کامل پرداخت کردید، حالا نتیجه اون رو ببینید. دولت به شما در ازای هر کارمند 26,000 دلار پرداخت میکنه. بله، 26,000 دلار. آیا شما در زمان پندمیک باز بودین؟ و حقوق پرسنلتون رو پرداخت میکردین؟ بله، ما در زمان پندمیک باز بودیم و به همه کارمندان و کارگرامون حقوق پرداخت میکردیم و همه اونها روی پیرول بودن. فقط با تکس رزولوشن پلاس مشاغل خود را زنده و پویا نگه دارید. خدا رو شکر IRS از طریق ERC بابت هر کارمند و کارگر به ما تا مبلغ 26,000 دلار پرداخت کرد که ما ازشون خیلی متشکریم. 866-900-9001. پنیر پیکنیک تهیه شده در اتریش
از شیر کاملا طبیعی یکی از پرطرفدارترین محصولات کراجان می باشد. در هر سن و سالی که هستید، صبحانه، نهار و یا شام خود را با پنیر سالم و مقوی پیکنیک تکمیل تر کنید. پنیر پیکنیک را می توانید از تمام سوپرمارکت ها خریداری کنید. پنیر پیکنیک، بهترین بهترین ها. صدای شما در دادگاه مهم است. هموطن، شما برای حل مسائل قانونی و رسیدن به حقتان در دادگاه‌های ایران نیاز به وکلای جوان، پویا و خوشنام دارید. رفع مصادره املاک طبق اصل 49 قانون اساسی، کلیه دعاوی حقوقی، زمین و املاک و مستغلات، اخذ اجازه افک برای انتقال ارز از ایران و کلیه امور، ابطال سند، ابطال قرارداد، اجرای ثبت، اختلافات ثبتی، اخذ و مطالبه اجرت المثل، ارث، الزام به تنظیم سند رسمی، انحصار وراثت، تخلیه املاک مشاعی، تفکیک، افراز و تقسیم، تنظیم قراردادها، چک، هزانت فرزند، خلع ید و تخلیه. وکلایی که آگاهی کامل از قوانین جدید ایران همراه با پشتوانه و تجربه پرونده‌های برنده را دارد. 24/7 lawyers 24 ساعته 7 روز هفته در خدمت شماست. شماره تماس 818-577-7759. ادامه خبرها. سولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت ابراهیم رئیسی افزایش بدون پشتوانه حقوقها را منجر به افزایش تورم دانست و گفت اگر نتوانیم تورم را مهار کنیم و تورم سرسام‌آور وجود داشته باشد، هر چقدر افزایش حقوق داشته باشیم، به اصطلاح خرج از کیسه مهمان است. 8 سناتور جمهوری‌خواه در نامه‌ای به وزیران خارجه و خزانه‌داری آمریکا با ابراز نگرانی از افزایش درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی از دولت بایدن خواستند به اعمال کامل تحریم‌های نفتی ایران و گسترش شمول آنها به ویژه در ارتباط با اشخاص و نهادهای چینی اقدام کند. این سناتورها با اشاره به اینکه از زمان روی کار آمدن دولت بایدن، چین از ایران 47 میلیارد دلار نفت خریداری کرده، خاطر نشان کردند ناوگان مخفی کشتی‌های ایران که به ابزار اصلی جمهوری اسلامی برای قاچاق نفت تبدیل شده، از 60 کشتی در سال 2021 به 338 کشتی افزایش یافته است. احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، در گفتگو با فاینانشال تایمز گفت که ایران به بالاترین سطح صادرات نفت خود در حداقل 2 سال گذشته دست یافته و از رکورد قبلی، یعنی 1,300,000 بشکه در روز، پیشی گرفته است. او تاکید کرد صادرات غیر نفتی 53 میلیارد دلاری نیز در 11 ماهه امسال 12% نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است. این در حالی است که خبرگزاری بلومبرگ در اواخر فروردین ماه با استناد به داده‌های شرکت‌های کشتیرانی گزارش داد که ایران برای نفت صادراتی به پالایشگاه‌های چینی از روسیه نیز تخفیف بیشتری می‌دهد. بر اساس این گزارش، ایران هر بشکه نفت را 12 دلار کمتر از نفت شاخص برنت به چین تحویل می‌دهد، در حالی که روسیه برای نفت شاخص اورال خود که بسیار شبیه به نوع نفت تولیدی ایران است، بیش از 10 دلار تخفیف نمی‌دهد. رئیس جامعة المصطفی، مرکز آموزشی تحت نظر رهبر ایران، گفته است برخی از مسئولان طالبان تحصیل کرده این مرکز هستند. عباسی گفته است در کابل بیش از 50% دانش پژوهان اهل تسنن هستند. بعضی از مسئولین دولت جدید افغانستان هم تحصیل کرده از جامعة المصطفی هستند و این امنیتی برای مجموعه ایجاد کرده است. رهبران طالبان عمدتاً فارغ التحصیل دارالعلوم حقانیه در ایالت خیبر پختونخواه پاکستان هستند. رسانه‌های غربی به آن عنوان دانشگاه جهاد دادند و بیش از هر مدرسه دیگری در جهان رهبران طالبان را آموزش داده است. 3 مقام سابق آمریکایی درباره پیشنهاد تبادل گاز ایران در برابر نفت عراق که پیشتر توسط محمد السودانی، نخست وزیر عراق، اعلام شده است، گفتند این موضوع احتمالاً ناقض تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی است، مگر اینکه ایالات متحده با صدور معافیت‌های اجازه انجام آن را بدهد.
کارشناسان بر این باورند که معاملات پایاپای یا تهاتوری احتمالاً تحریم‌های آمریکا علیه تهران را نقض می‌کند، مگر اینکه ایالات متحده مجوزهایی به عراق بدهد که گاز طبیعی ایران را در ازای نفت خام خود از طریق تهاتور دریافت کند، تا بدین ترتیب بغداد راه حلی برای بازپرداخت بدهی‌های خود بیابد. ریچارد گولدبرگ از اندیشه بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها گفت انجام این نوع معامله پایاپای با ایران بدون صدور معافیت از ایالات متحده نقض تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی خواهد بود. آقای گولدبرگ که عضو شورای امنیت ملی دولت دونالد ترامپ بود، افسود بر اساس قانون آزادی و مبارزه با گسترش سلاح‌های هسته‌ای ایران، هر گونه معامله مرتبط با انرژی با ایران ممنوع است. و اما هکرهای باج افزاری در 6 ماه اول سال 2023 موفق شدند از طریق نفوذ به سیستم مؤسسات و کسب و کارهای مختلف دست کم 449.1 میلیون دلار درآمد کسب کنند. بر اساس تحقیقاتی که به تازگی به وسیله شرکت تجزیه و تحلیل بازار رمز ارز چین انالیسیس منتشر شده است، این رقم نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته با ثبت رشد 64% بیش از 175 میلیون دلار افزایش داشته است. با این حال آمارهای منتشر شده نشان می‌دهند علی‌رغم افزایش رقم گردش مالی اخاذی‌های باج‌افزاری، پرداخت‌های غیرقانونی برای سایر جرایم سایبری مانند کلاهبرداری آنلاین کاهشی 65% را نسبت به سال قبل تجربه کرده است. میانگین درآمد کلاب از هر حمله باج افزاری در سال جاری 1,730,468 دلار بوده است که در مقایسه با سایر گروه‌های مشابه به مراتب بالاتر است. این گروه ماه پیش با حمله به سازمان‌های دولتی ایالات متحده که دو زیر مجموعه وزارت نیرو نیز شامل آن می‌شوند، از نهادهای قربانی درخواست باج کرده بود. از شما دعوت می‌کنم همچنان با اخبار امروز همراه باشید. هیدری لا گروپ، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و نوادا. سامان هیدری و همکاران متخصص در تصادفات و صدمات شدید بدنی از جمله اوبر، لیفت، تراک و موتورسیکلت. دفاتر سامان هیدری در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. 818-818-0707 heydarilawgroup.com. با ریسیورهای خود کلنجار نروید. جلباکس HD 500 کامل ترین و ساده ترین ریسیور اینترنتی بدون نیاز به دیش، با بیش از 800 کانال تلویزیونی به زبانهای فارسی، ارمنی، ترکی، دری، آشوری، آذری و کلیه رادیوهای فارسی زبان و بیش از 1,000,000 ساعت فیلم و سریال با وارانتی و قابل استفاده در سراسر جهان. برای سفارش با شماره 818-451-5678 همکنون تماس بگیرید. وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلشر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان‌های مجرب و ارائه واکسن‌های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. شرکت طلوع عدالت املاک، منوچهر معتمر و همکاران با همیاری وکلای رسمی دادگستری و متخصصین املاک مصادره شده در ایران، دیگر نیاز به خروج از منزل و یا مراجعه به واشنگتن را ندارید. اخذ گذرنامه، تنظیم وکالتنامه فروش در یک هفته، تنظیم صلح نامه، انحصار وراثت و مالیات بر ارث، تنظیم وکالتنامه‌های کلی و کاری، امور بانکی، صلح عمری فقط در یک هفته، دریافت حقوق بازنشستگی، ثبت ازدواج و طلاق ایرانی، اخذ شناسنامه و کارت ملی در اسرع وقت، اخذ مجوز اوفک و نقل و انتقال ارز به آمریکا. شرکت طلوع عدالت املاک. تلفن تماس 949-202-7288 949-202-7288. ادامه خبرها.
یک مقام ارشد پنتاگون در جمع خبرنگاران گفت آمریکا برای جلوگیری از اقدام‌های ایران در توقیف کشتی‌ها در حال افزایش استفاده از هواپیماهای جنگنده F-16 در محدوده تنگه هرمز است. این مقام پنتاگون همچنین از افزایش همکاری‌های ایران، روسیه و سوریه در خاورمیانه ابراز نگرانی کرد. او با اشاره به اینکه آمریکا برای محافظت از این کشتی‌ها در آخر هفته جاری جنگنده‌های F-16 خود را به خلیج فارس می‌فرستد، گفت حضور جنگنده‌های F-16 به گشتزنی ناوگان هواپیماهای جنگنده ای-10 در خلیج فارس کمک می‌کند. این مقام پنتاگون خاطر نشان کرد روز جمعه یک هواپیمای جنگی روسیه با پرواز مداوم بر فراز پایگاه نظامی التنف در جنوب شرقی سوریه که نیروهای آمریکایی در آن مستقر هستند به جمع‌آوری اطلاعات درباره این پایگاه اقدام کرد. با وجود برقراری خطوط ارتباطی بین نیروهای نظامی آمریکا و روسیه در سوریه برای پرهیز از سوء محاسبات، هواپیماهای نظامی روسیه در ماه‌های اخیر در مواردی به پهپادهای آمریکایی بر فراز سوریه مزاحمت ایجاد کردند. لایحه بودجه 886 میلیارد دلاری وزارت دفاع آمریکا پنتاگون با 219 رأی موافق در مقابل 210 رأی مخالف روز جمعه 14 ژوئن در مجلس نمایندگان ایالات متحده به تصویب رسید. به گزارش خبرگزاری رویترز این بودجه شامل افزایش حقوق نیروهای نظامی، طرح‌هایی برای مقابله با چین و اختصاص 300 میلیون دلار اضافی برای حمایت از اوکراین در دفاع در برابر تهاجم روسیه است. دموکرات‌ها در جریان بحث در صحن مجلس هشدار دادند که از اصلاحیه‌ها در مورد مسائل اجتماعی در لایحه بودجه دفاعی حمایت نخواهند کرد. مجلس نمایندگان با 221 رأی موافق در مقابل 213 رأی مخالف اصلاحیه‌ای را تصویب کرد که به سیاست وزارت دفاع آمریکا برای بازپرداخت هزینه‌های نظامیانی که برای سقط جنین سفر می‌کنند پایان می‌دهد. و اما فهرست قرارداد بازیکنان پرسپولیس در فصل گذشته منتشر شده است. بر اساس این فهرست یحیی گل محمدی با آپشن‌های مختلف 25.5 میلیارد تومان گرفته است. قرارداد بیرانوند هم با آپشن‌ها حدود 20 میلیارد تومان بوده است. در این گزارش آمده است مبلغ قرارداد یحیی گل محمدی برای سال جدید 24.5 میلیارد تومان بدون آپشن است، اما از آنجایی که یحیی فصل قبل قرارداد 18 میلیارد و 850 میلیونی داشت که با آپشن به 25.5 میلیارد می‌رسید، بعید است گل محمدی در لیگ 23 با 24.5 میلیارد کار کند. طبق قانون پرسپولیس حق دارد تنها 20% آپشن روی این مبلغ قرارداد بگذارد و بیشتر از آن را باید از هوادار متمول بگیرد. و اما سازمان فضایی هند اعلام کرد که یک فضاپیمای هندی را در روز جمعه 23 تیر به قصد فرود در سمت پنهان ماه با موفقیت به فضا پرتاب کرد. این دومین تلاش هند پس از مأموریت ناموفق 4 سال پیش بود. سازمان فضایی هند اعلام کرد که فضاپیمای چاندرایان 3 که در زبان سانسکریت به معنای سفینه ماه است، همراه با یک مدارگرد، یک فرودگر و یک سطح نورد از سکوی پرتاب در جزیره سری هریکوتا در جنوب هند به هوا برخاست. این فضاپیما سفری را آغاز کرده است که کمی بیش از یک ماه به طول می انجامد و سپس در مرداد روی سطح ماه فرود می آید. و ما توجه شما بینندگان گرامی را به قیمت ارزهای دیجیتال، قیمت ارزهای رایج و قیمت نفت، طلا و سکه جلب می‌کنم. دلار آمریکا 48950 تومان، یورو 55050 تومان، پوند انگلیس 64080 تومان، درهم امارات 13580 تومان و لیر ترکیه قیمت 1870 تومان معامله می‌شود. بیت کوین با قیمت 30310 دلار، اتریوم با قیمت 1935 دلار و داج کوین با قیمت 7 سنت معامله می شود. نفت سنگین ایران با قیمت 79 دلار و 70 سنت و نفت سبک ایران نیز با قیمت 78 دلار و 37 سنت معامله می شود. قیمت ربع سکه، قیمت سکه امامی 28 میلیون و 130 هزار تومان، نیم سکه 15 میلیون و 170 هزار تومان و ربع سکه 10 میلیون و 140 هزار تومان و شاخص کل نیز 2 میلیون و 70,890. از توجه و همراهی شما با اخبار امروز بسیار سپاسگزارم. شب و روزتان بخیر. پاینده ایران.